خب بسم الله الرحمن الرحیم. بالای درس امروز من باز هم بالای درس ورد در درس ورد باز هم امروز قسمت پاراگراف هم میخوانیم. در اینجا بودیم جای درس خوانیم پاراگراف به خاطر تنظیم ساختن پاراگراف های موشما استفاده میشن و امروز موشما بازم باید بعضی از درس های روله را هم بخونیم، خط کشه که در اینجا برای موشما برد میخوانیم. یکی از طریق پاراگراف شما میتونید پاراگراف های داره تنظیم سازن، یکی از طریق خط کش یا روله. سه پاراگراف دارد، هر موقعی که داد میایه یک انتر میخوره بالش یک پاراگراف میشه. در قسمت ویو بین این رولر یا خطکش افعال کنین و بعد از او شما میتونید که امروی خطکش همیره تنظیم کنین. مثلا پاراگراف های ما خطکش که از قسمت اولش به نام first line indent یاد میشه، قسمت دیگهش به نام hanging indent یاد میشه و قسمت سیبش به نام left indent یاد میشه. فهمیدین؟ یک خطکش سه بخش داره. یکی دیگهشون به نام مرجن یاد میشه. به نام چی هست؟ به نام لفت مرجن. چهار قسمت شدیم و دیگه ما شما داریم به نام قسمت دیگهش هست به نام رایت اندن و قسمت دیگهش به نام رایت مرجن داریم. ببینین اول از قسمت اول براتون چی میگن؟ نقطه اول خط کش براتون میگه فرست لاین اندد، میگه برای ما پاراگراف مرتب و تنظیم بساز که اولین خط های هر پاراگراف ها یک کم کم به سمت داخل ببرد. صحیح است؟ به این شکل شما بعض نیوز ها و بعض اخبار ها در بعض کتاب ها دیدین بعض پاراگراف ها این شکل یک استایل داره. شما میتونین اینی میره از این قسمت جور کنین. باز من دو میگم پس بارت اول بیم اگر قسم نخواست دیگه براتون چی میگن؟ میگن لفت مرژن. میگه من کتاب چاپ میکنم لفت مرژن آرشه صفحه یک کمک از سمت چپ جاد باشه که معلومات در زیر استنجاق یا در زیر دخت نره. ما میتونیم آرشه صفحه را جا تنظیم کنیم جای استنجاق برای زیر کنیم. صحیح است؟ اگر پس خواسته باشین میتونیم که استنجاق از زیر جای شه موشما یا مثلا اون جایی که دخت میشه یا مثلا آرشه که برش دادیم پس میتونیم که یک کمک به سمت داخل بریم. دیگه ببین در قسمت دیگهش هست یک نقطه دیگهش هست به نام hanging indent. ای بچه منو میگه هر خط اول یک پاراگراف در جایش باشه و خطهای دیگه که در پایین لاین اول پاراگراف وجود داره اونا به سمت داخل برن. بعض اوقات این قسم یک معلومات را شما دیدین استایل شدیدین پاراگراف ها اینمی میتونین که از این قسمت شما چی کنین؟ جوش کنین و قسمت آخر از این قسمت که به نام چیاد میشه؟ به نام left indent یاد میشه. بازی براتون میگه بازم براتون میگه اینمی قسمت را که ما شما پاراگراف ها را خواستیم از سمت چپ و سمت راست فاصله بدیم. اگر خواستین و همچنین پس بیاریم در جایش مشکل نیست تا از هر جایی که بخواییم از اونجا معلوماتم براتون نوشته میشه. حالا بسیار اگر پرند کنیم بعد معلوم میشه میگیم نه برای ما شما چی باشه تنظیم شدگی باشه به این اندازه باشه. دیگه ما شما میتونیم همین شکل از سمت راست همچنان ما شما چی کنیم؟ یک فاصله ایجاد کنیم و اگر خط فارسی نوشته میکنیم از سمت راست تنظیم کنیم. همین گپا کلش از قسمت چی میشه؟ از بخش رولر. ببینید این قسمت هم ما شما یکی به شکل عمودی داریم یکی افقی داریم خط رولر. اگر با شما بخواید میتونید از قسمت بالا هم آرشه صفحه‌تان کم بسازیم. میگیم مقدر زیاد نباشه. ببینین از قسمت بالا و حتی میتونین از قسمت هم شما رو چی کنین جور کنین. این از قسمت هم آرشه صفحه‌تان جور میشه و اگر آرشه صفحه کم باشه معلومات زیاد داخل یک ورق جای میشه و ورق کم مصرف میشه. به او دلیل شما آرشه ها رو میتونین تنظیم کنین. دیگه ما شما داریم از قسمت شروع میکنیم بالای پاراگراف بالای قسمت دیالوگ با لانچر کلیک کنید برتون ده این قسمت می پاراگراف باز اونمو گپا است که از قسمت خطکش استفاده کردیم. میگه آیا ما از سمت چپ نوشته کرده بتونیم بیا آیا از مرکز نوشته کرده بتونیم یا از سمت راست نوشته کرده باشیم. ببینید تمامش به خاطر تنظیمات یک معلومات است.
اگر ما شما فعلا سمت چپ داریم، حالا اگر من نوشته میکنم از جا نوشته میشه از سمت چپ نوشته میشه. متوجه نی؟ اگر بعد از این بخواین که شما از سمت راست نوشته کنین، باز میتونین رایت بگیرین، حالا اوکی کنین، همین معلومات از سمت راست نوشته میشه. و دیگه این شکل میتونین این امیره از مرکز بگین باشه، از کدام موقع باشه. فقط منظم ساختن چی است؟ معلومات که داخل صفحه چاپ شده. مثلا من معلومات انتخاب میکنم، میم بالای پاراگراف، میم که از سمت راست شوه این معلومات رو تمام پاراگراف. ببین آلا از سمت راست جور شد. اگر ما شما بخواییم که مثلا جستیفای منظم باشه، جستیفای کم شوه، زیاد شوه، بسیار به بالا جستیفای شوه، دیرو زیره براتان گفتم که در قسمت این از یک خانه بودم نی؟ میفتیم آیا به سمت چپ باشه، اینی میکارا را از یک قسمت کنه میدونه، از سمت چپ باشه، مرکز باشه، راز باشه یا جستیفای شوه. مثلا جستیفای عادی شوه، کم شوه، اوسط شوه یا بسیار بالا شوه. یا رو براتان عملی دیروز کار کردیم، جستیفای گفتیم به خاطر از یک که اگر ما شما بخواییم ببینیم تمام لاین ها را برای یک اندازه براتان پس و پیش نمیمونه. از این خاطر ما شما میتونیم از داخل پاراگراف هم از قسمت استفاده کنیم. دیگه آپشن داریم به نام اوتلاین لیول. اوتلاین لیول ما شما درس داریم در قسمت زمانی که ما شما قسمت ویو و در قسمت اوتلاین رو بخونیم، بازم روی از این خوانده میشه. صحیح است؟ اوتلاین درس در اینجا است. بین باز هم بالای پاراگراف کلیک کنیم و بعد پاراگراف کلیک کردن آپشن دیگه است به نام دایرکشن رایت تو لفت. این به خاطر چی است؟ ببین اگر فعلا میگه از سمت چپ به سمت راست چی باشه؟ نوشته باشه. صحیح است؟ اما اینجا ما شما یک چیز داریم، بیاین در قسمت پیج لیاوت لاین نمبر رو داخل کنیم. لاین نمبر میگیم برای هر خط یک لاین میشد داشته باشیم. فعلا اگر ما شما متوجه شویم هر خط یک لاین داره یا نداره، یک نمبر داره. اگر من انتر میکنم خط 11 هم شروع میشه، 11 هم نم نمبر میره، 12 هم نوشه میشه، 12 هم 13 هم میشه. پس ببینید زمانی که شما هر خط یک لاین نمبر میتین انتخابش کنین، بین بالای قسمت هوم و در قسمت پاراگراف اینجا برش چی بگوین؟ رایت تو لفت. حالا اگر ما رایت تو لفت بگویم، ببینید امین نوشتا باز از سمت چی است؟ از سمت راست به سمت چپ نوشه است. اما اگر ما فارسی نوشه کنیم این اشتباه است. به خاطر از این اشتباه است که ما شما خط ما را از سمت راست به سمت چپ و از سمت راست آورده میدونیم، اما نمبر اونجا میمونه. ببینید اگر شما فارسی نوشه کنیم شکل بسیار بد معلوم میشه، لاین نمبرش این طرف و دیگه ایش کدام طرف و اینجا خود لاین نمبر به این طرف، این بسیار بد معلوم میشه. صحیح است؟ ما شما چی میگنیم؟ ما میگیم که در قسمت پاراگراف اینال بین اگر باز شما رایت تو لفت گرفتین خود خط به اون طرف رفت، میگه آیا از سمت راست به سمت چپ نوشه کرده بتانیم یا از سمت چپ به سمت راست کدام شما میخوای نوشه کنیم؟ اینال ما شما لاین نمبر را کاری کنیم که باید به کدام طرف بیه، به این طرف باید بیه. صحیح است؟ من قسمت ما شما ببینید زمانی که در قسمت پاراگراف شما بیاییم اینجا یک آپشنک داریم به نام چی است؟ به نام left right text direction. انتخابش کنید. اینجا وقتی که فارسی موشون فکر میکنم که در اینجا نبریم، اگر نه باید اینجا یک آپشنک بیاییم به نام right to left. تو باش بیاییم بالای فایل قسمت پرند نمیجا آپشن میایم و اینجا چطور آپشن نامه در قسمت پیستا در قسمت لیاوت اینجا است. ببینید در این قسمت ببینید فعلا چی نوشه است؟ میگه left to right. صحیح است؟ یکان دانه سوال از پیشتان میکنه این سوال ها بسیار زیاد مهم است. خب میگه اینجا خو یک دوسه نوشه است، چرا لاین نمبر از این طرف باید شروع شد؟ صحیح است؟ این آپشن این از قسمت رو مارده میتونیم بین بالای پیستا بیاییم این قسمت از این قسمت کلیک کنیم، اینجا بین بالای قسمت لیاو آل برش بگیم که چی است؟ رایت تو لفت. آل اوکی کنیم ببینیم لاین نمبر از جا آمد نی؟ اما باز هم اشتباه است. چی اشتباه داره این فعلا؟ آفرین فارسی است، ای هم اشتباه است، آل هم اشتباه است. باز یک نفر سوال میکنه
بسیاری کسا آورده خلاص میکنه میخونه و اینی میگه بار را میخونه وقتی که در دفتر ضرورت پیدا میکنه بند میمونه صحیح که خب یا از کجا جور میشه ایده پس میگه بعد یا عربی شوه یا مثلا فارسی شوه صحیح است بین قسمت فایل در قسمت آپشن کلیک کنین و بخش بین بالای ادوانس و در قسمت ادوانس شب پایین بین یک چیز از بنام لنگویج از این دیده پیدا کنین از بین اما قدر آپشن این قسمت است ایده اگر من انتخاب کنم هندی حالا اگر اوکی بکنیم اینجا نوشته ها چی میشه؟ فارسی میشه این سوال ها یا تا نره که بعض اوقات باز اگر فارسی باشه متوجه باشیم اگر شما بالا پیدلیوت قسمت پیستب بین اگر آل ما شما بگیریم لفت رایت اگر اوکی کنیم باز میگه اینمی نمبر ها بیاید بایی سمت بیاید صحیح؟ اما اینان ما شما اگر انگلیسی نوشته کنیم فعلا برش میگیم که خط ما از این طرف شروع شوه از سمت کجا باشه؟ از سمت چپ اینال انگلیسی نوشته میگیریم اما نوشته ها چی هست؟ فارسی هست باز در صورت شما چی میگیرین بازم؟ بین قسمت فایل باز تکرار میکنم در قسمت آپشن کلیک کنین و بعد از آپشن قسمت ادوانس بید و در قسمت ادوانس بین پایین و به سمت پایین جی قسمت ما شما داریم میگی ایره پس ما شما به عربی تبدیل میکنیم زمانی که اوکی بگیم پس به عربی تبدیل میشیم صحیح است؟ ها؟ بین بالا پیج لاوت و در قسمت پیج لاوت لاین نمبر پس میگین نه میگین بعضی لاین نمبر نمیگین فعلا داشته باشیم درسش میرسه باز مکمل میخوانیم باز ما صاویر هم خود باز تدرسته انتر و معلومات ما رو پاراگراف هایش های اقتدار شدلیت میکنیم کمش باشه فقط شما نتیجه آپشن ها رو میبینیم دیگه ما شما در قسمت داریم بالای پاراگراف آپشن دیگه براتون چی میگم میگه از سمت چپ مثل از اینکه ابروی خطکش در دادیم میگه از سمت چپ برای ما شما چی گو؟ فاصله بده ببین اینجا ببرتان نتیجه هم نشان دادیدین حالا اگه من اوکی کنم اون خدر برتان چی میگیره فاصله میگیره کنترل زید اندو بین بالا پروپرتیز با در اطمت اگر بخواییم از سمت راست بخواییم شما رو مرد میتونه فاصله بده حالا اوکی کنه از قسمت فاصله میگیره کنترل زید یه آپشن ها اونجا تکرار آمده با یک قسمت فرست لاین اندن میگه هر خط اول ما به سمت داخل برای یک کم کم اوکی بگیم حالا مثل پیشتر حالا امره خط کش که جور کردیم باز به این بالا پاراگراف اگر بخواین که موشما برش میمیم هنگنگ میگیریم یعنی به این منابر موشما میگه میگه خطایی که در خط پایین اول قرار دارن اونا به سمت داخل برن کنترل زید اندو و در قسمت هم موشما میرور اندن داریم یک آپشن دیگه است این وقتی که رمتک شفال میکنیم اینی دو آپشن برام انساید اوساید تبدیل میشن ای به خاطر چی از دوستا ببینین زمانی که موشما کنترل سی کنترل بی معلومات زیاد میسازیم حال فعلا ببینیم اینی معلومات موشما چند صفحه است فعلا سه صفحه معلومات داریم اما متاسفانه اینی سه صفحه معلومات ما شما میخواییم به این بالا پاراگراف میگیم از سمت از انساید از داخل یک کمک چی شود فاصله بگیره به این طرف اوکی که میبینین فاصله به این طرف گرفت اینی حالا ای به خاطر اگر ما شما ای آپشن رو تک شفال ساختیم ای به خاطر از این است که اگر به یک معلومات پشت روی ورق چاپ کنیم بازازی به کار میبینیم به خاطر چی؟ صفحه اول خود چاپ شد نه دیجه صفحه اول فاصله داره از سمت راست اما وقتی که پایین بیم فاصله صفحه دوم این از این سمت است دیدین از سمت کجاست؟ از سمت راست به خاطر چی؟ امی ورق وقتی که پرنت شوه وقتی که چپه بیا وقتی که چپه شوه باز پس این طرف سفیدی از این دور میخوره از این قسمت دور میخوره باز به این طرف که یک سایز برابر میهنه اگر کلش یک سمت باشه فاصلهش از این سمت باشه وقتی که شما چاپ میکنین بازی چپه غلط میشه یعنی اینمی ورق صفحه اول ما شما یک روشه چاپ بدیم وقتی که ورق باز دوباره دور میخوره چی میکنه؟ اینی طرفش برابر به این طرف میشه فهمیدین؟ یعنی ای آپشن رو به خاطر از این استفاده میکنن که میشه باز پشت و روی ورق اینا چی بکنن؟ چاپ بکنن و بتونن از استفاده کنن اگر خواستین پس بالا پاراگراف به این ای فاصلهش کم بسازین پس صفر بسازین باز اگر موش موکی میکنیم پس اتومات کرسر به جای سابقش میره حالا میتونیم از جای سابق نوشتش کنیم به شکل دیگه میگیم موش ما بالای قسمت انتخاب میکنیم بعد از اون میگیم بالای قسمت پاراگراف و در قسمت پاراگراف دیگه سپیسینگ داریم میگه فاصله بین پاراگراف ها چقدر باشه اگر فاصله ما بین پاراگراف ها فعلا چند پاراگراف داریم؟
سه دارم. اگر ما فاصله بین پاراگراف ها رو ببینیم، ببینید پاراگراف اول هم از جای شرکت کردم تو کد، یعنی این فاصله بین از این پاراگراف تا این پاراگراف چقدر است. بعد بالای پاراگراف ها ببین، اگر خواستین پاراگراف ها رو فاصله بدین از این موقع میشه. اگر او تو بگیریم اتومات باشه، فاصله استانداردش هست. اگر از آپشن پایین کار بگیریم، آپشن پایین چی میگه؟ یا فاصله بین پاراگراف ها میده، اما یک باریکی دارم رایزی آپشن، یک فرق داره. به خاطر چی؟ میگه اگر پاراگراف ها رایزی شما فاصله میتین بازو چی میگه؟ میگه پاراگراف اول در جایش باقی میمونه، پاراگراف هایی که در پایین از بازو فاصله میگیرن. اما او آپشن اولش که بود، پاراگراف اول هم برتن چی میگه؟ فاصله میگه. فهمیدین؟ اگر خواستین باز ازش استفاده کنید، در غیر از او این هم و شما هم اگر بیم اوتومات بگیریم، اوتومات خوبتر است. اوکی هم اندازه استانداردشان است. باز آپشن دیگه میگه don't space between paragraph، میگه من هیچ فاصله نمیخوام بین پاراگراف ها. وقتی که اوکی کنیم مال فاصله نیست، اما معلومات بعد معلوم میشه که چاپ شده. نه ما میگیم باشه فاصله بین پاراگراف ها اوکی کنیم، اوتومات فاصله براتون نه. و آپشن دیگه است میگه اگر میخواین فاصله بین لاین ها چقدر باشه، بین خطا باشه، وقتی اوکی کنیم خطا براتون چی میشه؟ طاقه طاقه میشه. اگر بخواییم که فاصله زیادتر بخواییم بگیرین، باز اینی فاصله های است که اندازه تعیین شده از طرف خود مایکروسافت است. شما میتونید هر کدام از این استفاده کنید و به کار رو برید. اینم اگر ازش خواستید از این انتخاب کنید، پس فاصلهش کم میشه. و اگر فاصله که اندازه خودتان میخواییم، باز میتونید زیادتر کمش کنید. صحیح است؟ اینی را مایکروسافت به انتخاب خودتان یعنی کستومایز داده. اوکی کنید به اندازه براتون فاصله میگیره. اگر خواستین از این استفاده کنین، اگر سنگل خواستین میگه به شکل عادیش باشه، به مو شکل اولش. آپشن دیگه داریم میگه اگر نمی قانونی که شما تغییر مثلا تغییرات آوردین که از سمت چپ چقدر فاصله باشه، از مثلا به شکل میرور باشه، فاصله بین پاراگراف ها چقدر باشه، اگر این آپشن رو ما سیت از دیفولت بگیم، باز نمی اندازه ها به همیشه باقی میمونه. صحیح است؟ همین تغییرات چی است؟ به همیشه وقت باقی میمونه. آپشن دیگه داریم برنامه تابز. ببینید بسیاری ها دیگه هم مشکل داره. مثلا برتون میگه یک جای میگه برای ما جور کن لغات، مثلا ادامه چپتر برتون میگه میگه لغات هم روی معنای جور کن. اگر ما بگویم لغات هم روی معنایش باشه، مثلا یک لغت اگر ما نوشه کنم مثلا بو، مجبور فاصله بودم بودم سپیس بودم بسیار وقتم از یاد میگیره تا که در جای معنایش برسه. باز ما نوشته کنم مثلا معنایش کتاب، باز آلت شفت بگیرین که به انگلیسی تبدیل شود، باز ما شما اسپیس بتیم باید بتیم تا که اندازه زی برابر شود. اینجا باز نوشته کنیم پن، باز فاصله بتیم بفرمیم، اینجا باز نوشته کنیم مثلا قلم. ببینیم چه وقت ایجاد میگیره. باز آیا در خط پایین که ما شما میرسیم، اگر ما اینجا نوشته میکنیم مثلا پنسل، باز آیا ما فاصله دقیق داده میتونم که این امیلی چی میگه؟ ببینین این حتی یک قسم نمیه. اگر متوجه باشین براتون چی میشه، یکیش پیش یکیش پس یک قسم، بسیار جنجاله. اینا درس از این امروز میخوانیم که به نام تب یک درس داره. به این بالای قسمت پاراگراف یا بالای تبس کلک کنیم. تبس براتون چی میگن؟ میگه نظر به خط کش پیش برین. میگه وقتی که ما تب یک دانه بتن در کیبورد داریم به نام چی هست؟ تب هست. اندازه خیز و یا جست تب از چی میگین شما منظم میشه. میگه از صفر خط کش وقتی تب پرش کردم خیز بزنم چه قسم؟ اما نوشش از کدام سمت باشه؟ از سمت چپ نوشه شود، چون لغات با کدام لسان است؟ انگلیسی. پس میگیم صفر، صفر ما شما انتخاب کنیم، لفت میگیریم و اوکی برش میگیم یک. بعد از او باز میگیم بالای پاراگراف کلیک میکنین، باز بالای تب دیگه براتون چی میگم؟ میگه از صفر خیز بزنه بیای مستقیم بالای یک کنین، بالای یک اشاری پنج بیای. باز چی میگین برش؟ اما میگین ما این بار چی میکنیم؟ بازی معنیش رو نشون میکنیم، معنیش به کدام لسان نشون میشه؟ این فارسی. پس ما چی میگیم؟ میگیم از سمت راست نشون شود، باز ست میکنیم. صحیح؟ باز میگیم مثل تقسیم اوقات رو جور میکنیم، میگیم از یک کنیم که خیز زد وقت تب پرس کردن مستقیم بالای سه بیه، بالای او اندازش خودتان تعیین کنیم. این مهم نیست که شما هم مثل ما پیش بریم. صحیح؟ میگه بالای سه. باز میگه من لغت نوشته میکنم،
از سمت لفت نشه شوه. دوست ماشون چی میگیم برش میگیم که ست. باز از سه وقتی که تا به پرس کرده مستقیم بیایه بالای چهار اشاریه پنج میبیایه. سهیز باز نوشه از کدام سمت باشه؟ از سمت چپ باشه ست. و باز هم وقتی که از چهار اشاریه پنج ما وقتی که حرکت کرده مستقیم بیایه بالای شش، بالای شش بیایه. و بعد او هم نوشهش از کدام باشه؟ از سمت راست باشه. این حال ما شما ست برش میگیم اوکی میکنیم. هر نقطه از خط کشف نامگذاری میشه که ما شما یه تقسیم اوقات اگر مثل تقسیم اوقات ست کردیم یا منظم کردیم. بعد از اون ما چی میکنیم؟ میایم یک لغت نوشته مثلا پن، وقتی که تپ ما پرس کنم خودش تو ما در جایش میره. متوجه هستین نه؟ نوشته میکنیم مثلا قلم، باز تپ پرس کنم خودش میاد تو ما در جایش. نوشته کنم مثلا اپل، باز تپ پرس کنم باز بیاد در جایش. نوشته کنم مثلا سیب، باز تپ نوشته کو همیشه کل هر جایی که موش مو تاب زده بریم. اگر نوشته کنیم مثلا پنسل، باز اگر تاب پرس میکنیم خودش تو ما دم پایینه جایش میاد. اگر متوجه میدون هیچ شما اشتباه نمیکنین و هیچ کدام مثلا مشکل براتون پیش نمیشه. صحیح بشه هر قدر لغت نوشته کنین ما مشکل پیش میاد. ببینید هر قدر لغت را که شما نوشته میکنین اگر ما شما ببینیم کلش به یک رسته پایین نوشته شده می ده. حتی ما شما اگر فاصله ها را کم می گرفتیم در یک کالم سه دانه، یعنی سه ستون از لغات همراه معنایش می آمد. صحیح؟ مجموعا شش ستون می شود. می دانید و یک کار دیگر را می کنه تبس. مثلا ببین من یک نفر میگه می خواهیم یک دانه فارم جور کنیم. فارم جور کن که یک نفر به خانه پوری کنه. مثلا چه قسم میگیم؟ اینجا یک نفر کامد نامش نوشته کنه، مثلا نامش که تایپ کرد باز یک دانه جای بته برش شفته بگیرین امرای اندرسکور که شما مشناسیم خط این را بگیر بگیرین برای تا خط میکرد. اما کدازی هم جنجال مزیاد هست. اف نیم نوشته کردیم باز شفته بگیرین امرای دی برای تا نشکر ببینین یک جنجال هست. ایج سن سالش شفته بگیرین امرای اندرسکور. فون باز شفته بگیرین امرای اندرسکور. ایمیل شفت اندرسکور. به این شکل شما میتونید فارم جور کنید. صحیح؟ اما می کار از طریق تب هم میشه. یکی موشما به شکل من ولی جور کرده میتونید، یعنی خود ما جور کنید. یکی از طریق تب میتونید به این والای تبس کلک کنید و دیجا برتان چی میگه؟ برتان میگه ما میخواییم تمام اندازه های خطکش چقدر باشه. میگیم به اندازه مثلا 0.5 باشه میگیم یا از اضافه تر، یا مثلا میگیم که به اندازه 1 باشه. صحیح؟ اما میگه ایران بیم مثل تقسیم اوقات وارد جور کنین یا چه قسم میگه از 0 خطکش خیز بزنه بیای بالای بازم بالای 1.5 بالای 3 برش میگیم. اما نوشتهش هست سمت چپ باشه. چرا کلیر بله انگلیسی است. 3 برش میگیم. اما اینجا من یک اشتباه کردم. به خاطر چی؟ اگر من میگم صفر باشه صحیح است، اما برتون میگه از سمت چپ خطش نشه شوه و در امتدادش وقتی که تب پرس میگم چه قسم یک لاین باشه، آیا نقطه نقطه باشه یا خط مستقیم باشه یا چه قسم یا دش دش باشه، میگم این شکل باشه. صحیح است. میگم مستقیم به بالای 1.5 اتومات. باز میگه نوشش از سمت چپ در امتدادش همین شکل یک دانه خط برام باشه. صحیح. باز بیای مستقیم بالای سی بیای خطش از سمت چپ باشه و نوشتهش و خط برش همین شکل یک استایل باشه. و دیگه بیای مستقیم بالای سی کامد بالای 4.5 بیای و در امتدادش همین شکل یک دانه خط باشه. بازم ست کنیم و بعد از او بیای بالای کجا؟ بالای 4.5 آمد 4.5 تقریبا مستقیم میگیم بالای 6 بره و از سمت چپ شوه نوشه شوه معلوماتش و با امتدادش همین شکلی اخر خط شد. خودتان انتخاب کنید که چه قسم میخواید. اوکی بگوین ای که ست شد. بعد از او ایره موشما چی میکنیم؟ کنسل. ببینیم کار چرا اوکی یه فعال نشد اشتباه کردیم چه قسم دو جای تقرات رو بگم. خب ما اول بیم برشویم که صفر از صفر بیای لفت باشه از یک قسم یادانه خط باشه و دیگه برش میگیم که باز بعد از او بیای بالای 1.5 بیای
صحیح است. نوشش حسن دو چند باشه که شکل اگران خط داشته باشه، باز مستقب برش میگیم و بعد از سه مستقیم بیای بالای چند؟ بالای سه بینه؟ سه بعد از او باز هم به می شکل امتدادش خط باشه سد و بعد از او چهار اشاره پنج بیای و در امتدادش همی شکل یک خط باشه، ما شما سد برش میگیم و بعد از او بیای بالای چهار اشاره پنج مستقیم بالای شش میگیم، بیای اقدر وقت نیست و می شکل میگیم دم تو داشت اینا رو اوکی کنیم، نمی قانون تطبیق میشه. نوشته کنید نیم وقتی که تب رسمی خودش ما چی میکنن؟ خط کشی میکنن. نوشته کنید مثلا اف نیم باز تب رس کنیم، نوشته کنید ایج باز تب رس کنیم، نوشته کنید فون باز تب بزن اوتومات برتون چی میه؟ اما تو خط میه. اگر نوشته میکنید مثلا آدرس تب پرس کنید اوتومات برتون آدرس چی میزنن؟ هر قدره که ما شما نوشک بریم همیشه اگر تب پرس کرده بریم براتون چی میزنن؟ خط بررس رو میگنن، صحیح؟ اینه می کار از این قسمت میشه و شما میتونید اینجا جور کنید و میتونید از این تب هم استفاده کنید. دیگه بالای پاراگراف قسمت آپشن بنامه لاین اند پیج بریکس داریم. این به خاطر چی استفاده میشه؟ و ما اگر بخوانیم ویدو آرفن کنترل یعنی یتیم و بیوه مانا میدن. یتیم و بیوه چی مانا در اینجا چی معنا داره؟ مثلا ببینیم مساوی رند بگیم قوز باز و قوزه انتر، معلومات زیاد میکنیم، کنترل سی کافی کنترل وی زیاد شد در صفحه دوم هم را پیدا کنه. ببینیم در صفحه دوم هم فعلا را پیدا کرد یک پاراگراف همونطور شد یعنی. اما اگر ما شما بخواییم یک پاراگراف فعلا نصفش در اینجا است نصفش در پایین است، اما تا از چنه اینی پاراگراف اینجا شروع شده اصلا، اینجا آپشن چی میگه براتون؟ یا مثلا ما شما اینیا رو مکمل ما پاک میکنم ببینیم فقط که شما دقیق تر ببینیم مطلب شد. من یک کلمه نوشته میکنم میخواییم نشه کنم بنام افغانستان، امی افغانستان که مکمل میشه مکمل لاین چی میشه پایین میانی؟ چون اوجا جای نمیشه، نمی قدر جای داره، سه حرف دیگه ایجا جای داره بس خلاص، صحیح؟ وقتی من افغانستان یک حرف اضافه میکنم میخواییم مکمل نوشش کنم اوتومات پاراگراف چی میه؟ مکمل لاین پایین میانی. به می خاطر میگه که چی کو یک کلمه را رها نکو تنها بیا این حال بالای پاراگراف بیایی اگر بعضی اگر نمی تکش غیر فعال باشه اوکی کنی بازی چی میکنم؟ اگر افغانستان نوشتن میکنیم افغانستان اگر مشمای اگر نوشتن که مکمل لاین پایین نمیه چی میه؟ امو یک کلمه پایین میه، امو یک کلمه پایین میه. پس میگه زایی ورق نساز، خیر است اگر یک کلمه جای نیست لاین امو مکمل بازی چی میشه؟ بیمعنا واره میشه. ای با یه خود درست فایده جسته که اگر یک پاراگراف اجا خوانده میشه تا ویده میایه باز چی میگن؟ یک کلمه که نبود این پاراگراف مانا نمیده، متوجه چنه؟ با او خاطر این کار میکنه دقیق تو کار میکنه که تا اگر یک کلمه هم یا جای شد امرو جا با جای بسازه. این حالا اگر باز ما شما بالای پاراگراف بیاییم باز چی میگه؟ اگر ما ایره تکشفال کنم اوکی برش بگیم، اگر ما شما یک مثلا ببینید مکمل لاین پایین آورد که نمی کلمه بی‌معنا نشه، یا این در صورت که معلومات یک ورق باشه اگر یک کلمه در یک صفحه کلان چاپ شده پاراگراف ها مکمل بالا بازی چی میشه؟ بعد معلوم میشه، فهمیدین؟ من یک کلمه را باز میگه جا و جای بساز، پس اگر باز جا و جای نشد میگه مکمل لاین خیر پایین بیه. یک دیگه آپشن هم هستم ببینین ما شما این قسمت میایم باز شما میتونین یک کلمه را یک جنون نشه in the name of Allah مثلا نوشته کرده. اینجا دیگه آپشن داریم براتون چی میگن؟ keep with next و keep line together را توش تکشه فعال کنیم. وقتی گوگی براتون چی میگن؟ میگه خیر مکمل پاراگراف از اون جای کنتر شد از اون جای پایین بیارش، متوجه هستین نه؟ یک کلمه را تنها نمیمانه مکمل پاراگراف هم میاره، چرا؟ امی کلمه هم مربوط به می پاراگراف است، اگر یک کلمه در صفحه دیگه چاپ شود باز مکمل پاراگراف به معنا باقی میشه، فهمیدید؟ اگر یک نفر بخونه نمیفهمه. بیاین باز قسمت از قسمت اگر باز موشمه این قسمت تکش غیر فعال کنه مردو شه وقت گوگل بگیم باز مکمل پاراگراف چی میکنه؟ پس بالا میرم یک لاین میشه میمونه و بس خلاص.
بالای بین قسمت دیگه داریم به نام پیج بریک بیفور. چی میگه؟ میگه جایی که من کارسر میبرم از اونجا معلومات قطع کو به صفحه دیگه ببر. مثلا چه رقم فعلا میبینیم مفهوم یک صفحه معلومات داریم یا نه. من کارسر میارم این دیگه میمونه این دیگه قسمت چی کردم کارسر دمیج جواب جای کردم فعلا یک صفحه معلومات چی میگه؟ وقتی که من اینو بیام تکرار کنم میگه معلومات از اونجا قطع کو به صفحه دیگه ببر. اول ببین معلومات از اون صفحه از اونجا قطع کرد اتومات به صفحه چند مورد به صفحه دو مورد. صحیح است؟ اینو به نام پیج بریک میگن. دیگه ما شما دارید یک قسمت به نام سوپرس لاین نمبر. سوپرس لاین نمبر به خاطر چی است؟ مثلا ما شما میم لاین نمبر میتیم باز بالای پیج داو به این لاین نمبر میگیم که لاین نمبر داشته باشه. ببینیم این معلومات های ما شما چی داره لاین نمبر. اگر چند خط را شما نمیخواید که لاین نمبر بگیریم مثلا یک خط دو خط سه خط نمیخواییم که نباشه بیاین بالای کجا؟ بالای قسمت هوم بیاین بالای پاراگراف کلک کنین و از این قسمت اگر من تک شفال کنم اوکی برش بگویم باز جه برتان اونمو تعداد خطا رو چی میکنن؟ لاین نمبر نمیگیرن. یک دو سه تا باید پیش رفت اما چهار و پنج از یه شروع شدن. فهمیدین بعض اوقات یک قسمی چیز کارتان میشه یا تا نره از اینجا جور میشه. اگر ما شما تکش غیر فعال کنیم باز پلشان لاین نمبر به امتداد میگیرن. آپشن دیگه از بنام don't hyphenate. hyphenate هم شما وقت میخوانیم که به خیر و خوبی بالای کجا برسیم؟ بالای پیج لیاوت برسیم. یک چیز بنام چه داریم؟ hyphenation داریم. باز هم به این قسمت هوم و در قسمت هوم دیگه ما شما اینمی درس هاست فاصله بین لاین ها چقدر باشه ما شما داخل پاراگراف خوانیم سیز نه؟ دیگه ما شما اد اسپیس پاراگراف بین پاراگراف ها فاصله باشه هیچ نباشه فاصله یعنی میگه پا شکل شارکت چی میشه از اینجا هم استفاده میشه. اگر ما شما لاین اسپیسینگ آپشن را کلیک کنیم باز ما شما رو دمیجه میاره بالای کجا میره قسمت دیالوگ باکس لانچر میاره و یعنی می آپشن هایی که ما شما خوانده میگه از سمت راست برای ما شما فاصله بده از سمت راست ای طرف بیای اینا کلش به خاطر تنظیم ساختن پاراگراف است که بیشتر ما شما از داخل خواندنش مشکل نیست. دو آپشن دیگه داریم در این قسمت و دیگه هم بعضی ها مشکل دارن. چی مشکل مثلا؟ ببینیم ما میایم بالای پیج لاوت باز هم برش میایم که لاین نمبر ما نباشه نن بگیریم. اگر شما بعض اوقات تکس فارسی نوشته میکنید بین به سمت راست آلت و شفت بگیرین به فارسی تبدیل میشه. ما یک نوت میخوایم نوشته کنم به فارسی اما دلا ولی شگان کلمات انگلیسی میه. مثلا ما ببینیم که نوشته میکنیم ما توسط به مثلا ما توسط به آپشن استارت مینیو شو میخوایم به چی نوشته کنم؟ به انگلیسی یا مثلا ما توسط به اوپن نوشته میکنیم. ببین وقتی که اوپن نوشته میکنیم چی میشه؟ یو طرف میره. فهمیدین؟ شما وقتی که تکس انگلیسی و فارسی را مکس نوشته کنید چپ و غلط میشه بشه. در اون صورت ما شما آپشن داریم به ایجا براتون چی میگه؟ میگه رایت تو لفت تکس دایر شد. وقتی که این انتخاب میکنیم و بعض و پس به سمت راست بگیریم آل براتون جور رو سیز ما توسط به اوپن میتوانیم اینی حال اگر میتوانیم چه نوشته کنیم یک دفعه که تنظیم ساختیم دیگه مشکل پیش نمید. ما توسط به اوپن میتونیم که فایل های داخل مثلا فایل های ثبت شده کامپیوتر را چی کنیم؟ باز کنیم. صحیح است؟ کامپیوتر را باز کنیم به این شکل. بعد از این اگر باز انگلیسی میه این دیگه جنجاله. آلت دو شفته بگی به انگلیسی نوشته که باز آلت دو شفته بگی به این شکل دیگه به امتداد میه دیگه کلمه ها مکس نمیشه. اینمی دو آپشن در قسمت بلد میخوره که دو دارم میتونه شما چی کنین استفاده کنین. اگر میخواستیم به انگلیسی نوشته کنین سمت چپ بگیرین اگر فارسی نوشته میگین چی میگین سمت راست بگیرین. و ما شما دیگه داریم میگه وقتی که ما شما چند تا پاراگراف داشته باشیم نشون بده که فعلا در داکمنت ما چند تا پاراگراف هست. وقتی میرید تکش فعال کنم نشون میده براتون میگه یک پاراگراف هر جایی که پاراگراف مارک میه اون اونجا چی است یک پاراگراف است. ای اونمو از مارک یا نشون چی است خود پاراگراف است. از این قسمت میتونید شما میره اگر غیر فعال کنید پس غیر فعال میشه. دیگه ما شما یک قسمت آپشن داریم میگه اگر خواسته باشین شما یک مثلا زمینه مکمل به صفحه‌تون اضافه کنید مکمل رنگ هر قدر که شما بخواید اونمو رنگ بگیرید مکمل صفحه‌تون اونمو قسمت‌های پاراگراف که است مکمل رنگ میگیره هر قدر انتر کنیم این هم همین زمینه هم امتداد پیدا می‌کنه به شکل. اگر خواستیم
از این رنگ ها میتونیم شما استفاده کنیم. اگر خاص نو کالر نخیر، اگر مور کالر میگیم باز میتونیم یک رنگ خودمون جور کنیم، رنگی را که بدل خواهی خودمون باشه و که کنیم تطبیق شد. صحیح؟ بایشه. و اگر خاص بگویم که نو کالر میگه هیچ رنگ نباشه، از این قسمت شما میتونیم جور کنیم، مشکل نیست. و بایشه دیگه آفشان داریم به نام باردرس، مثلا دراتیبل اینا را وقت ما شما میخوانیم، یک آشتر دیگه به نام سورت است. اینا وقت درسش میگه که بالای بخیر انزر برسیم، بالای تیبل برسیم، انزر تیبل، درا تیبل و همچنان اینی گپ که بخش ها رو بخونیم که مکمل جدول سازی ها در اینجا بخیر. باز شما وقتی که یک جدول اضافه کردین داخل ازی شدیم، بعضی از آپشن ها به نام شدرنگ و همچنان قسمت لیاوتش بگیم به نام چی داریم؟ به نام سورت داریم. این قسمت سورت میه، همین آپشن در اینجا است که جای درسش اصلا در تیبل است. صحیح است؟ باز ما شما بخیر یار، انشاءالله صد صد بخیر مورد بعض قرار میتیم و بخیر به خوبی ما شما میخوانیم اینا رو. و فعلا اینی آپشن که در اینجا آمده و شاید سوال پیش خواهد شد که چرا استاد این آپشن خیلی در اینجا آمده، اینجا باز بالای پاراگراف کار میکنه. خب اینی می آپشن، اینی قسمتی که آپشن این باز چی میگه؟ چهار اطراف هر پاراگراف یک دانه باردر به نشان یک دانه لاین باشه، آوتساید تنها در بیرونش باشه، چهار طرفش نباشه، فقط بین هر پاراگراف باشه. صحیح است؟ یعنی فقط سمت راستش باشه یک دانه لاین، یا فقط سمت پایینش باشه یا بالایش باشه، از هر جهتی که بخواین باز شما میتونید چیکارین بر پاراگرافتون همین شکل یک قانون تطبیق کنین. فهمیدین تا اینجا؟ و این چی است برای ما شما پاراگراف ها؟ اینجا ای آپشن به خاطر از استفاده بالای پاراگراف، اما اصل درس از باز بالای بخیر تیبل است. صحیح است؟ انزر تیبل، درا تیبل، جا بخیر باز مورد بحث قرار بدیم. دیگه ما شما دیگه دارید در قسمت هوم، و در قسمت هوم دیگه ما شما آپشن داریم به نام چی است؟ به نام ازی است که ما شما هر پاراگراف میگن لاین نمبر بدیم یا سمبول بدیم. ببینید اگر شما بخواید هر پاراگرافتون یک سمبول بگیره، اینا هم زیاد مورد اس مثلا کاربر داره. اگر شما خواستین از این سمبول های مختلف بچی میگیرید با تمام پاراگراف ها شما میتونید چی کنین اضافه کنین. صحیح بشه هر قدر که شما هر جایی که انتر میکنیم چی میشه یک پاراگراف وجود میه و اونجا تا جایی که شما نوشته کنیم هر خط نمیگیره، هر لاین نمیگیره، هر جایی که انتر وجود میه پاراگراف میشه، با چی میشه سمبول میگیره. ای با بعض یا مثلا بعض جای به درد میخوره به خاطر از این، مثلا بخش میگیم که بخش های مثلا آیتی کدام ها هست، آیتی را مثلا سمبول بدیم به این شکل میگیم که بخش های آیتی مثلا آیتی به چهار بخش تقسیم میشن، عبارت از سی آیتی، دی آیتی، بی آیتی، ام آیتی. سی آیتی سرٹیفیکیت انفارمیشن تکنولوژی، دی آیتی دیپلوم انفارمیشن تکنولوژی، بی آیتی باچلر انفارمیشن تکنولوژی، ام آی تی ماستر انفارمیشن تکنولوژی. صحیح است؟ پس اینیا رو وقتی که شما طبقه بندی میکنین تمامش از کجا میشه؟ از اینا. باز میخواین شما بخش در سی آیتی مثلا چی میخوانین؟ در سی آیتی برنامه هایی که میخواین میتونیم بگیم که این شکل یک سمبول داشته باشه. مثلا ما میخوانیم او اس اپراتینگ سیستم مایکرو مایکروسافت وورد، مثلا MS Excel، MS Access و A Plus Hardware. صحیح است؟ شما به این شکل میتونید که چی کنین؟ اینمی ها را از این قسمت اگر بعض دیزاین ها را میبینید از این قسمت سمبول داده میشه، میتونید از این ها شما استفاده کنید از این سمبول ها. اگر سمبول های زیاد، خب ما میبینیم برای هر پاراگراف و میگه ما شما چند پاراگراف داریم، ما برش میخواییم چه قسم یک پاراگراف داشته باشم، ما برش میگیم که این پاراگراف های که هست در این قسمت هر کدامش سمبول بگیم. اگر سمبول را که شما کار داریم اینجا نبود باز چی میگیم؟ Define new goal symbol. اینجا کلک کنید برتون آنقدر سمبول است که هر چی که بخواییم. صحیح است؟ بعض سمبول ها اضافه گیش نیست. امی معلومات ما درباره ویندوز ناشته کردیم، پس میگیم نشان سمبول ویندوز باشه. صحیح است؟ وقتی که ما اوکی کنم، اوکی برشان چی بگه؟ میگه آیا امی سمبول به سمت چپ باشه، در مرکز باشه یا طرف راست باشه؟ میگیم به سمت لفت باشه. وقتی که اوکی کنیم فعلا ببینید هر کدومش سمبول چی رو میگیره؟ ویندوز رو میگیره.
باز بین بالای پاراگراف و در قسمت پاراگراف باشین. در قسمت کجا؟ قسمت سمبول کلک کنین. در اینجا وقتی که در یک قسمت شما میین براتون میگه اگر بخوایم به سمت مثلا مرکز، اگر مرکز بگیریم به این معنی نیست که اوتما در اینجا بیاید، فقط اینمی سمبول نظر به خود پاراگراف دور و نزدیک میسازه. صحیح است؟ ببینین حالا اگر ما چی میگیرم؟ رایت میگیرم، یک کمک دورتر میشه. اگر میگم که لفت باشه باشه میشه نزدیک به خود لاین ها میشه. اگر خواستین از این سمبول استفاده کنین، اگر نخواستین اینی سمبول ها هم معنای بسیار خوب داره. مثلا ببینید این از یا برتون کار کنیم یک چیزه بسیار چی داشت مورد کار بود. مثلا یک سوال شما نوشته میکنین، یک سوال است صحیح است، من میگم اینمی سوال مثلا چهار سوال نوشته، سه سوال نوشته میکنین شما به این شکل سه جواب ببخشید، در بین از این جواب چی است؟ یکیش درست است. اما درست یعنی پس شما چی میکنین؟ میگین بالای پاراگراف از یک قسمت سمبول ها میتونین، اما یک کمک مشکل داره. ببینید مثلا من کلک میکنم بالای سمبول می اینمی جواب چی است؟ غلط است. اوکی کنیم، اوکی باش بوین اوتما چی میشه؟ جواب غلط. در این سه دانه بانید بگوین که اینی دو تای دیگه از هم یک جا انتخاب کنید، کنترل زد میم برش. مثلا اینی سه جواب، یا مثلا میم اینی سوال، اینی جواب و این جواب، کنترل امرش پرس بگیرین. خب امرای اینی جواب چی هستن؟ اشتباه هستن. بیا بالای از قسمت اینمی از اینجا اینجا کلک کن، اشتباه است. اما این جوابه که درست است، بیا بالای از قسمت کلک کن، چی بگی؟ بالای سمبول بیا اینی سمبول تکش مارک است. باش بگیم اوکی. ببینید وقتی که اوکی بگیم اینجا مانا میته میگه اینی سه سوال غلط و ایچی هست ایک سه. اینی چیزا از اینجا جور میشه، ایره متوجه باشین که بعض اوقات اشتباه. اما میری یک طریقه دیگه شه براتون بسیار ساده نشون میدم که جنجالتان حل باشه. ببین بالای قسمت سمبول، قسمت انزد ببین بالای سمبول کلی کنین، اینجا سمبول ها میباشد. اما ببین بالای مور سمبول وقتی اینجا آمدیم برای جای شارکت کی بسازین، چه قسم این مشما شارکت کی داریم؟ اگر میگم من برای جای کلک میکنم، میگم اگر من پرس کردم کنترل اسا برای مشما چی بیایه؟ امی سمبول بیایه سایی کلوز میگم برش. و اگر من بالای از یک کلک کردم، اگر من تایپ کردم کنترل دی، باز برای مشما این سمبول دیگهش بیایه سایی اوکی میگم کلوز. آن بسیار ساده، اگر جواب دقیق بود، جواب صحیح بود کنترل اس نوشه که بر تمیم احساس. اگر جواب دیگه غلط بود کنترل دی بزن، جواب کنترل دی جواب غلط، کنترل دی جواب غلط صحیح. از اینجا این سمبول ها نامگذاری میشه و بعض جاها یکان پروژه هایی که به دستان های کار میکنیم اینی شکل چیزها رو یاد بگیرین که اونجا برتا مون آ. و اگر بخشن پس چون سمبول ها سر میخوره کنترل اس از چی بود؟ از سیف بود. باز پس بین اینمی ها شما چی کنین؟ همی شارکت کی ها را از بین ببرین، ریموف برش بگوین، کلوز برش بگوین و بالای زی کلک کنین. باز بین بالای شارکت کی کنترل دی ایره هم از بین ببرین و کلوز بگوین که پس دوباره دیگه برتان مزایمت نکنن. بالای قسمت هوم و از قسمت بود ما و شما. و اگر بخواین بالای پاراگراف هایتان شما، مثلا ما شما چند پاراگراف داریم و بالای از این پاراگراف ها ما شما میبین بالای قسمت سمبول، در قسمت سمبول کلک میکنین، براتون چی میگه؟ میگه اگه میخواین از این سمبول ها کار نگرفتین، این سمبول ها رو باز داخل رفتین کلش رو کار کنین خود خودتان. مثلا این قسم یک علامه اشاره باشه، این گپا باشه، باز خودتان جور کنین برش. حال ما اگر ما بایم وقت میگیره و از قسم سمبول دیگه هم زیاد هست، اگر قسم بگیریم ببینین مکمل تغییرات میده اینجا، اینجا سمبول های زیاد هست، هر کدوم شکل انتخاب کنین سمبول های مختلف میده براتون صحیح. اما اگر شما بخواین میگیم در ابتدای هر کدام پاراگراف ما سمبول نمیخوایم، چی باشه؟ پکچر باشه. میگه میخواین آنلاین از اینترنت بگیریم، خب ببینین اینجا از پیش هم سوال میکنم، وقتی که اینترنت باشه میگه انزل پکچر، گفتیم اگر نمیخواین سمبول اضافه کنیم میخواییم تصویر اضافه کنیم، بازی مسیج میگه میگه از کمپیوتر تان میخواین بگیرین. اگه من کلک کنم در کمتر اگه داشته باشیم، مثلا براوز بریم مجبور بریم بالای ما کمتر از جا بگیریم، ندارم من کمپیوتر در کمتر خیلی کجا داری؟ میگه میخوای از یک سایت بگیری یا میخوای از وان درایوت بگیری یا میخوای از فیسبوکت بیاری؟
ما میخوایم از وان درایو بگیریم، یک دونه تصویر داریم، مثلا درباره چی میخوای تصویر بگیری؟ مثلا میگم که فلاور باشه. وقتی که انتر میکنیم اینجا تصویر درباره فلاور براتون میاد، از انترنت آنلاین میتونی بگیری. سیز اگر انترنت باشه مثلا باش میگم که در ابتدای هر پاراگراف چی باشه، این قسم یک سمبوله که بسیار مقبول باشه، انتخابش کن. زمانی که تو انزرت میگی اینجا دانلود میشه و بعض اوکی بگو آلوی چقدر مقبول در پاراگراف چی هست؟ یک دانه گل هست. از جا میتونی استفاده کنی و حتی اینجا برد نشان میتونی دوستای عزیز جا نشان میتونی برد من میگه شما میتونی در این زمان از چندین سمبول کار بگیرین. چه قسم چندین سمبول؟ ما شما مثلا من بالای از قسمت مزمی سمبول استفاده میکنم، یک لاین نقشه کردین یک قسم، وقتی که انتر میکنین باز همون سمبول میاد یا نه؟ اما تبا که پرس کنین سمبول ها شکلش تغییر خدا میره. باز انتر باز تبا پرس کن یک شکل دیگه میاد. باز انتر باز تب مثل پب مثلا چی هست؟ پتی رازی نواره یک قسم منظر میتونین از این سمبول ها سره، یعنی در این زمان چندین سمبول هم چی میشن؟ مورد استفاده هست. صحیح؟ بالای درس ببینین یکی خود سمبول اضافه کرده دانستید، اینجا مشکل نیست؟ فهمیدین؟ جای دیگه داریم به نام لاین نمبر. باز میگه میتونین هر پاراگراف باشن لاین نمبر، این میگه هر پاراگراف تا شما میتونین یک نمبر بزنین، مثلا فرست سکند ترد پاراگراف، یا مثلا یک دو سه باشه، یا مثلا به اعداد رومی باشه، کدامش میخواین باشه؟ ای بی سی باشه، پاراگراف ها به ای بی سی نامگذاری شود، چه قسم میخواین؟ و بعض چیزهای دیگر اگر شما میخواین، اگر نیست بین بالای دیفاین، مثلا با الف بی تی سی میخواستیم اموجا نبود نه؟ حالا میتونی اینجا الف بی تی سی رو بیرین، یا اگر میخواستین شکل سریال نمبر باشه به این شکل باشه، یا 1-2-3 باشه، این ها رو شما میتونین از داخل مور آپشن باز انتخاب کنید. صحیح؟ مثلا قبولشان کنید، از جا میتونین استفاده، حتی میتونه میگه در این زمان شما میتونین چندین دان چند قسم استفاده کنید، مثلا چی استفاده میگه هم 1 باشه هم A, B, C, اعداد رومی و غیره باشه. اما من یک چیز براتون جور میکنم، مثلا چی جور میکنم؟ سوال چهار جوابه. وقتی کسی جور میکنه میگه سوال چهار جوابه چه قسم، مثلا نوشته میشه که نوشته میکنه What is computer؟ صحیح نه؟ computer computer چی هست؟ انتر میکنه باید چی به اینجا؟ جوابایش بیاره. اما فعلا این چیز نمیه بخاطر از اینکه ما شما را جور نکردیم. میگیم برش میگیم که چه قسم باشه؟ این شکل یک دو سه باشه. میگه اگر شما یک دو سه رو میگیرین باز یک دو سه میتونه براتون چی کنه؟ یک بیا جوابش A و B به اعداد رومی و غیره نوشته کنه جواب را. میگم خیر نوشته میگیریم که what is مثلا what is computer نوشته کنه. کجا رفتی؟ what is computer. سعیست آل اگمنتر میکنم چی میگم؟ دو میگم. اما ما نمیخوایم دو بیاره، پس نمیخوایم سوال نوشه کنیم، میخوایم جواب نوشه کنیم. وقتی که تب فرس میکنیم ای میه، صحیح؟ اینی جواب ای، انتر، جواب بی، ای انتر، جواب سی، جی، مثلا انتر جواب دی، باز که انتر میکنیم چی میه؟ جواب ای میه. ما نمیخوایم باز جواب نوشه، چهار جواب باز هست. باز یک بار تب، دو بار تب میزنیم که به یک تبدیل شود، این فرمولش هست. باز یک بار بکسپیس، دو بار بکسپیس، سه بار بکسپیس بزنیم به سوال تبدیل میشه. فهمیدین؟ اینی گپا اصلا درس مهمی است که شما یکون گپا جور کردونین، درس کلگی دادم میتونه، اما مشکل دایی است که شما یک روز فارغ میشین سین در جای یک کار کردونین. حالا ببینین باز اگر شما نوشته میکنین که what is مثلا نوشته میکنیم hard disk، اگر انتر مو شما میکنیم باز اینجا براتون چی میگه؟ میگه باز سوال پرسونه، من تپ پرس میکنم باز جواب ها نوشته کنیم، یک جواب، دو جواب، سه جواب، مثلا چهار جواب. باز انتر کنین، از چهار جواب ما زیادتر نمیخوایم، یک بار تب، دو بار تب، یک بار بک اسپیس، دو بار بک اسپیس، سه بار بک اسپیس بزنیم. باز این شکل شما میدین کل سوال ها رو جواب کنیم. صحیح؟ به این شکل شما میتونین از این پیش برین. مثلا اگر یک سوال هستیم چهار جواب دارم و چهار جواب میگه انسر کیوارد جور میکنه نه؟ مثلا ببینید باز شما در اینجا چی کنین؟ مثلا در جای از این سه پاراگراف نه؟ باز ببین شما چی میگیرین؟ میگه ما نمیخوایم چی استفاده کنیم؟ از استفاده کنیم نم بگیرین. صحیح؟ باز شما مجبور ببین چی کنین؟ مثلا این حواله
این از این سمبول ها استفاده کنید. صحیح است؟ بسیار جواب خوب، سوال خوب کردید. صحیح است؟ میتونی اگر یک دونه کلید جواب ها جور کنی، کلید جواب ها باز مثلا میتونی این از این قسمت بگی این از این انتخاب کنی. صحیح سوال بیبی؟ سوال اول جوابش کدامش صحیح است؟ مفهمیدین؟ به این شکل شما میتونین که از این جور کنید. صحیح است؟ مشکل نیست، سوال ساده جور میشه. دیگه می این قسمت لاین نمبر، این یه مشکل نیست، فهمیدین کلیشه؟ و اگر نمبرهای اون زیادتر میخواستین، اگر از استایلهای زیادتر میخواستین، حتی میتونین اینمی فونت یک دوسیه که می آیم میگه چقدر تکسش باشه که خود دیروز خواهم خواهم خواهم، مشکل از اینجا همین منطقی جا باز سایز سمبول ها را میگه که اندازه چقدر باشه، رنگ داشته باشه، نداشته باشه، اینی ها شما میتونید اینجا مثلا تنظیمات بین وقتی که اوکی میگین اونمو قانون بالای اینجا مثلا تنظیم آلو بینید همین نمبره که میگه کلشان چی هستن؟ رنگ دارن و بولد هستن و برجسته هستن و غیره. مشکل سوال نیست اینجا و از اینجا میتونید سوالات تو چهار جوابه مثلا ببینید برتان هیدنگ اضافه میکنه، عنوان ها رو اضافه میکنه، اما اینا باز لینک دارن. اینجا یک دوسیه اگر میایه، اگر سمبول میایه، اگر هیدنگ میایه، اینا کلشان چی هستن؟ باز اینا لینک دارن، ارتباط داره. مثلا چه قسم ببینید من یک زیاره کار میکنم، یک دو سه شا کار کردیم، اینا رو میایم هیدینگ شا کار میکنیم، میگیم هیدینگ یک دو سه چهار بگیرن، این از هیدینگ ها هر چون را که انتخاب میکنیم شما انتخاب کنیم. چپتر یک آمد نه، من انتر میکنم، انتر ده اینجا دوباره چپتر یک مثلا چند صفحه ما شما معلومات داریم نوشته کنیم کلش انتر کنیم تقریبا 13-14 صفحه آمد. فکر کنید اینی کلش چی هست؟ چپتر یک هست یا نه؟ برخورم ببینین زمانی که شما انرژی استفاده کنید مثلا در چپتر یک شما چقدر نوشته کردید معلومات؟ 13 صفحه 14 صفحه تقریبا نوشته شده، مثلا 9 صفحه از چند صفحه اینجا. حالا ببینین اگر من دوباره چپتر دو معلومات نوشته میکنم، باز ببین وقتی که در این قسمت شما میایین در اینجا، اگر باز همه دیگه میر چپتر چند میایه؟ چپتر دو میایه. این حال این فایده ازی چی هست؟ اگر 60 دانه چپتر هم باشه، 70 دانه هم باشه، شما ببین اینا یک قسمت هایی که یک دانه بطنک میگیرن، وقتی کلک میکنین بالای از اینا ببینین اوتومات براتون معلومات هاش چی میگنه جمع میسازن. صحیح است؟ هر وقت شما معلومات هر کدوم شما میخواین بخونین مثلا اینجا کلک کنین اوتومات براتون چی میگنه باز میشه. صحیح است؟ حتی میدانین شما مشکل نیست، شما حتی میتونین که شما ایده پس همین عنوان ها را پاک کنید. یک کار دیگر هم میکنید، ببینید وقتی که چپتر یک دو سه داریم از جا معلوم میشه وقتی که هیدینگ داریم و دیگه میتونید قسمت ویو بین نویگیشن پن را باز کنید. در اینجا انرژی ها میتونید اگر ما بالا چپتر یک کلک کنیم ما دو کلک کنیم ما را میدونیم و اگر یک کلک کنیم ما را اینجا میبینیم. صحیح است؟ اگر هر قدر عنوان باشه مشکل نیست. این حالا ببینید شما میتونید که قسمت کجا بین در قسمت بیاین مثلا بالای قسمت هوم و از این عنوان ها استفاده، این عنوان ها گفتیم چی دارن؟ لینک یا ارتباط دارن. هر کدوم که شما انتخاب میکنیم حالا ببین به یک دوسه می، اما خوبتر از این زیادتر که استفاده میکنن این از همین هیدینگ و از یا زیادتر استفاده میشه. صحیح است؟ این بسیار خوب است، فایده اش همین است که شما میتونین که مثلا اینجا استفاده کنین دوبارش معلومات رو نوشته کنین و بعد از او ببینید اتا چپتر من پاک کردم نه؟ بالش کلیک کردم چی کردم؟ پاکش کردم. ما همین شما خوب است سوال نکه که ما اصلا چپتر نمیخوایم چپتر چی کنیم؟ فکر کنیم من معلومات دوباره بی بی ای نوشته میکنم. صحیح است؟ ببینید بی بی ای به این شکل هم سوالی رد او عنوان چپتر پاک میشه، مشکل نیست. دیگه معلومات دوباره مثلا دی آی تی نوشته میکنیم. صحیح است؟ باز بیاین بالای کجا؟ قسمت همینجا باشید همینجا کلیک کنیم میارتم اینجا را شما پاک میکنیم. باز دوباره پاک کنیم نوشته که مثلا بی بی ای یا مثلا من نوشته کنیم دی بی ای. صحیح است؟ مساوی رند خواست باز خواسته انتر اونمو انوان ها نامش هم تاید هر قدر این حال اگه معلومات مثلا بی بی ای را میخواستی مثلا جمع آوره جمع کنیم به اینجا کلک و اگر بالای دی بی ای کلک میکنی اینجا ایره جمع معلومات. اگر 100 دان انوان هم باشه شما میشه کلمه دنیا رو چی کنی؟ کنترل کنی و حتی بالای ویو بیا نویگیشن
پنام باز کن، از جان بالا هر کامش که میخوای بری تو رو اوتومات میبرن. صحیح؟ و بالای پیجش کلک و تعداد صفحه نشان میده، یک صفحه معلومات داریم و غیره. و قسمت ریزلت این معلومات شد تو کدوم پیکچر نگه باز آخه نشد. خب باز درس نویگیشن پنام میخوانیم، فعلا جای درس جور است، چون هم رایز یک ذره ارتباط داشت ما براتون گفتم. دیگه قسمت هم و بعد از اون ما شما دیگه داریم در قسمت سورت گفتیم میخوانیم، اینا را خواندیم مکمل، فاصله بین لاین ها را خواندیم، بین پاراگراف ها را خواندیم و اینجا باز